به نام خدا و با تقدیم سلام به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. یک هیئت 8 نفری شورای عالی صلح به هدف هماهنگی برای برگزاری نشست علمای افغانستان و پاکستان به اسلام آباد سفر کرده است. وزیر خارجه کشور میگوید نشست علمای افغانستان پاکستان در ماه مارچ سال روان میلادی برگزار خواهد شد. قرار بود این نشست ماه گذشته در کابل برگزار شود، اما به دلیل عدم همکاری پاکستان به تعویق افتاده است. فرماندهی کل نیروهای ناتو در افغانستان امروز به طور رسمی از جنرال جان آلن به جنرال جوزف دانفورد انتقال یافت. در این مراسم که در مرکز فرماندهی آیسف در کابل برگزار شده بود، جنرال جوزف دانفورد فرمانده جدید کل نیروهای آیسف در کشور بر ادامه ماموریت فعلی ناتو در افغانستان تاکید کرد. او گفت تغییر فرماندهی بر ماموریت آیسف تاثیر نخواهد گذاشت. والی نورستان از آمادگی ها برای واپسگیری ولسوالی وایگل خبر می دهد، اما تاکید می کند که تهدیدات امنیتی هنوز هم در ولسوالی های برکی مدحال و کامدش این ولایت نیز وجود دارد. به گفته او، ولسوالی های کامدش و برکی مدحال چندین بار مورد حملات مخالفان مسلح دولت قرار گرفتند، اما آنان موفق به تصرف این ولسوالی ها نشدند. در همین حال والی نورستان از نیروهای ارتش می خواهد تا در پاکسازی این ولسوالی اقدام کنند. ما آمادگی مکمل پلیس ما داره، 160 نفر پلیس ما آماده است، تربیت شده. امروز در لغمان در کندک تعلیمی انتظار میکشه، ولسوال ما آماده است، مامورین ما آماده است که بریم، اما مشکلی است که اردو باید تو جوال بگیره که بعد از اون ما اون مناطق تصفیه کنه که ملکی های ما در اوجه بره، ولسوال ما بره و پلیس ما بره و منطقه را حفظ کنه. دیدبان حمایت از رسانه های آزاد یا نه میگوید که از 2 ماه بدین سو خبرنگاران در ولایت تخار از سوی نیروهای امنیتی کشور توهین می شوند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان حمایت از رسانه های آزاد می گوید که همکنون خبرها و گزارش ها در این ولایت تحریم شده است و مردم نمی توانند از وضعیت کنونی کشور آگاهی داشته باشند. آقای توحیدی از وزارت داخله می خواهد تا به این مشکل رسیدگی نماید. ولسوال احمد آباد ولایت پکتیا در یک انفجار زخم برداشته است. رولا سمون سخنگوی والی پکتیا به تلویزیون 1 گفت انفجار ناوقت دیروز در کنار خوابگاه ولسوالی احمد آباد رخ داده است که او در این انفجار زخم برداشت، اما وضعیت صحیحش قناعت بخش می باشد. به گفته او تا اکنون چگونگی این انفجار معلوم نیست و بررسی ها در این باره جریان دارد. و تداوم ریزش برف سنگین همراه با طوفان در مناطق شمال شرقی ایالات متحده آمریکا تا اکنون 4 کشته بر جای گذاشته است. بر بنیاد گزارش ها ریزش برف و طوفان های سنگین موجب مختل شدن سیستم حمل و نقل و لغو هزاران پرواز در این کشور شده و در برخی از ایالات های این کشور هم حالت اضطرار اعلام شده است. لغو شدن پروازها در نیویورک هزاران مسافر را در میدان هوایی این شهر سرگردان کرده است. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم.